ولی همین الان سر سفره عقب بلند شدم و به اتفاق عروس خانوم داریم میریم تالار. مبارک باشه. سلام به همه همراهان عزیز کجا این کره پهناور که بیننده ویدیوهای ما هستی. سلام میکنم به شما دوستان عزیز، امیدوارم جانتون جور باشه. همونطوری که حتما میدونید بلاگر معروف ایرانی علی سلطان با یک خانم اهل کشور افغانستان ازدواج کردن. الان قراره بریم سراغ پارت سوم این ویدیو. دو تا پارت قبلا براتون گذاشتیم، دو تا قسمت مختلف که حتما اونها رو تماشا کنید. مربوط به آمادگی‌های مربوط به جشن عروسی میشد. توی این ویدیو قراره خود عروسی رو با هم دیگه ببینیم، لحظه دوماد شدن علی سلطان رو که فکر می‌کنم خیلی جذاب باشه و خیلی ها خوشحال شدن از این اتفاق. دقیقاً با ما تا انتها حتما همراه باشید. قبلش کامنت شما عزیزان رو می‌خونم که دوست عزیزی کریم برای علی سلطان نوشته: علی جان قبلا خیلی دوستت داشتیم، الان که دامادمون شده دیگه تاج سرمونه. واقعا علی آقا با این اخلاق و خوشقلبیش محبوب دل همه شده و این بی خودی نیستش. اصلا همینطوره دیگه، آدم وقتی خودش خوب باشه، خودش مهربون باشه، خودش مشدی و صفا باشه، همه دوستش دارن. حالا ایرانی ها دوستش دارن، مردم افغانستان، مردم سراسر جهان. سعی کنیم تا میتونیم از این آدمای خوب دور و برمون جمع کنیم. سهم بچه‌ها، آقا امروز عروسی حاجیتونه، میدونم همتون مثل من خوشحالید ولی من یه روز پر مشغله رو دارم، ولی حالم خوبه، دارم ازدواج میکنم. الان باید اول صبح بلند شدم برم میوه و تربات که سفارش دادم رو تحویل بگیرم، شیرینی‌ها رو بگیرم بذارم تالار، بعد برم دنبال عروس خانم، عروس خانم بذارم آرایشگاه، درسته؟ بعد این وسط یه تایم اگه بتونم برم تمرین انجام بدم، آیتم بزنم که عالی میشه. ببینم چی میشه. خیلی 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 همه چی ها میخوان رو دوش خودم تون تون دارم هندل میکنم، نمیدونم چی میشه دیگه. حالا خدا بزرگه دیگه، ببینیم چی میشه. کلا روز عروسی خیلی روز پرفشاریه، مثلا برای خود عروس دومان همه چی هندل کنه، همه چی درست بشه یه شب دیگه به اصطلاح، ولی تو همین یک شبش باز میخواد بره آیتم بزنه. چون میدونید دیگه برای مسابقات قوی ترین مردان داره آماده میشه علی سلطان، حتی روز عروسیش هم از دست میده، باز داره تمرین میکنه. موفق باشه تو زمینه دیگه، فقط انرژی رو بفرستید. آجی دوستتون داره، خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی خوشحالم دارم از صبح میکنم با رنگ دوستان زوغ کبا داره زم میگیری فلان اینا، به نظرم خدای شکر چشم از سود و بخیل کور اون آدمی که قسمت من بوده بهم رسیده و به نظرم آدمی که باعث پیشرفتم میشه، ازم حمایت میکنه، آمینه. آره انتخاب خوبی دارم، داشتم، دارم، این انتخاب خوبی. خدا بشه، خدا بشه. چه آرایشگاه رفتم الان لباسم خوشویی بگیرم برم بپوشم، یه جا اصلا خیلی ببری رفتم دم در سالن عروسی، خب خانم هم گرفتن الان رسوندم خونه. بعد بعد خانم هم رفت بالا، خیلی جای بدی پارک کرده بودم. بعد خانم هم رفت، خانم هم بگیر بیا، دیدن خانم هم زنگ میزنه میگه که بیا، باید بیای بالا. رفتم بالا، بعد دیدم اون زنه که چی کار چی پی آخه به خدا، بدون یه جایی من خلاف چجوری هم باشه، یه جور خلاف خیلی بدجوری خرکی پارک کرده بودم که فقط کوچه تنگی بود، آرایشگاه وسط شهرم. بعد ما دیگه ماشین رو گذاشتم اونجوری وسط خیابون، دوبله سوبله، حالا پشت جلو ماشین خود چی شده. رفتم بالا دیدم زنه آرایشگاه رو من دمیدن، آره آی داماد نمیخوان شیرینی میموردن، منو میگی کلم شد این هوا. زن حسابی، من ماشین رو وسط خیابون گذاشتم تو من کشوندی بالا، این همه مردم واسدادن، مگه چند پول آرایش گرفتی؟ وقت منو داری میگیری؟ قول رو گفتن خیلی هم پول گرفت بابت آرایش که حالا بخوام بگم اصلا رقم رو نمیگم، ولی من جدای یک درم دوزاری داری من اینجور میکشونی بالا، واسه خودت میدونی وضعیت کوچت چیزی، اصلا ماشین نمیشه آورد. واسدادم گفتم این کارت لعنتی بگیر رمزش فلان هر چی بکش. زنم بده من برم، دیدم شده تو واسه این مسخره بازی. خب همونجا به خانومم میگفتم، گفتم کارت بگیرشه منو برای چی کشونی بالا؟ این حرکت نمیدونم تو مخ من نمیره، تو مخ شما میره؟ ببین یه جوریه که تو بعضی از جاها یا مثلا یه کاری میکنیم ما همه از همون شیرینی میخوان، دوباره یه کار دیگه میکنیم همه از همون شیرینی میخوان، یه ذره آدم مثلا میره رو مخش، میدین چرا؟ اساس شلوغی هست. آره همون یه اون مثلا طرف یه جا بد پارک کرده میخواد بره، برنامه ریزی داره میکنه، یه جا همچون که وایس شیرینی، آخه این بزن واقعا درست نیست دیگه. ولی اون طرف هم به این فکر نمی
میکنم میدونی دست عروس و داماد احساس میکنه شگون داره مثلا. آخه به هر حال اون دوماده براشون. آخه ببین به هر حال اون دوماده مثلا اون خزینه رو داره میپردازه دیگه، من دارم میگم اون شیرینی که میخوام رو حساب کنم. به نظر من رو خود قیمت اون کالا رو خود قیمت خدمات بکشن یه این شیرینی لفظش نباشه دیگه، نه حالا برای عروسی برای همه چی، یه خودشون یه جوری این شیرینی رو آره تو خودش هر کرا مثلا عروسی که میخوان تحویل بدن به داماد و زحمت کشیدن اولین بار رونمایی میکنه میبینه یه شیرینی میگیره. برای چیزم اینطوریه، مثلا عید میشه سال عوض میشه مثلا میخوام بریم آرایش یا اینه اونم میگه عیدی بده، کلا عیدیش یه چیزی همش دنبالشن که داشته باشه. به هر رسمی که داره اجرا میشه دیگه. خبرتون میشه یا نه، ولی همین الان از سر سفره عقب بلند شدم و به اتفاق عروس خانوم داریم میریم تالار. مبارک باشه، واقعا مبارک باشه. علی سلطان با این خانم علی کشور افغانستان ازدواج کرده، امیدوارم خوشبخت باشه. من همین تازه خوشبختی میکنم براشون. اونا بچه ها رسیدیم و رسیدیم تالار و بریم داخل دیگه. بریم الان دیگه فیلم نمیتونم بگم چون فیلم بردار بردار است و اینو اونو باید سلام کنم. یا ابوالفاز همین نشسته پشت من کجا داری میدادش من باید برم. او این من بهش گفتم برو زودتر فیلم بردار عکاس رو بگذار دجله کرد. خوشحالی ها رو آدم میبینه، آره آدم خوشحال میشه دیگه، نه برای علیسه، برای علی سلطان که خیلی قطعا خوشحالی، ولی خوشحالی هر کسی رو آدم میبینه ناخودآگاه خودش هم خوشحال میشه. حقیقتا یه اتفاق خوب، یه اتفاق خوشی برای دوستی رفیق آشنایی میفته، خبرش به گوش ما میرسه، عمیقا از ته قلبمون براش خوشحال میشه. اینو برای خودمون اتفاق افتاده، الان برای علی سلطان دقیقاً همینطوریه. آقا این بشر وسط عروسی انقدر با گوشی خودش از بقیه کنار من عکس میگیره، نمیدونم این آسیب چیه. جواد تو آسمان دنبالش میگردی زمین پیدا کرده. همینقدر علی سلطان محبوب واقعا. این قسمت های هم از هنرنمایی های علی سلطان یا حاجی علی، حالا اسمای مختلفی میذارم برای علی جان عزیز، و این قسمتش یه مقدار موسیقی داشت و خب ما تو یوتیوب داریم فعال میکنیم، نمیتونیم موسیقی ها رو بذاریم به دلیل قوانینی که یوتیوب داره، مجبوریم خودمون آهنگ بزنیم روش دیگه. دوستان میتونن خودشون یه آهنگ بخونن، یه آهنگ شاد میتونیم بذاریم. آره اصلا میتونیم بگیم شاباش شاباش بریز براش. روز خیلی خوشیه برای علی سلطان دیگه. داریم میبینیم اینجا پدر خود علی سلطان عزیزه در سمت چپ خودش راست ما و پدر عروس خانم هستن و ادب و احترامی که علی سلطان عزیز به بزرگترهای خودش میذاره و این هم ورودی اول علی سلطانه که تازه داره میاد وارد تالار میشه. خودش هم گفته بود قرار بود که یک مجلس بزرگ و باشکوه بگیریم، ولی خب اون مجلس رو کنسلش کردیم، یک مجلس جمع جورتر گرفتیم، تالار کوچیکتر، مهمونای کمتر و بیشتر مهمونا هم میبینید که مهمونهای خانم هستن و از مهمونهای دوماد خیلی کمتر هستن. یه مجلس خودمونی طوره که داریم میبینیم و شاد بودن است. چقدر هم قشنگ شادی تو چشای علی سلطان موج میزنه. برادرشون هست. آره برادر دوماد هستن. چقدر خوبه واقعا دیگه، داریم میبینیم که مردم خوشحالن، مردم ایران، مردم افغانستان خوشحالن، انسان‌ها به هم محبت میکنن، کنار هم هستن. میدونی همیشه حرف من این بوده، حرف شما فکر می‌کنم همین بوده مادر عزیزم تو این کانال، اینکه الان تو این دنیا ما نیاز داریم که آقا شاد باشیم، کنار هم باشیم، دست همو بگیریم، عشق بدیم، آره کمک کنیم همدیگر رو دیگه. الان انقدر روزگار سخت، هزار تا مشکل اقتصادی و گرفتاری مالی و گرفتاری مختلف آدم داره که میگیم آقا دیگه بس، دیگه خودمون یه باری نشیم. آره. روی مشکلات آدم اینا رو میبینه واقعا لذت میبره. آره واقعا آدم خوشحال میشه بین این همه شلوغی و مشغله یه همچه اتفاقای خوب لبخند روی لب هممون داره میاره. امیدواریم علی جان عزیز، حاج علی مشدی و باصفا بسیار بسیار خوشبخت باشه. اونطوری هم که خودش گفت حرف قشنگی زد، گفتش که ما
من همسری رو پیدا کردم که پشتیبانم، حمایتم میکنه و سعی میکنه منو هول بده جلو. آره، مطمئنم انتخابم درسته. آره خیلی مهمه دیگه، یعنی شریک زندگیتون حالا فرق نداره زن یا مرد، بعد حامی باشه، بعد حمایتگرتون باشه، بعد سعی کنه ارتقاتون بده، یعنی لولتون اگر اینه، اگر اینجا وایستادین در کنار همسرتون مثلا لولتون بیاد اینجا، که خود علی جان میگفتش که مثلا این اتفاق افتاده و خیلی خوشحال بود. احتمالاً دیده چیزایی که داره مثلا میگه اینجوری مطمئن شده. بله، امیدواریم که اتفاقای خوب برای همه شما عزیزانی که این ویدیو رو دیدید بیفته. اگر دم بخت هستید به اصطلاح میشه گفت، بختتون زودتر باز شه. ما چند تا ویدیو هم گذاشتیم، گفتیم که آقا اینقدر ازدواج رو سخت نگیرید. ایرانی، افغانستانی، تاجیکستانی فرقی نداره از کدوم کشور هستید، چون بعضی هستن یه سری قوانین عجیب غریب میذارن دیگه، نمیدونم فلان تا چیز میخواد. جوانا سمت ازدواج نمیرن، میترسن. آره دیگه، یه جوری باشه که به هر حال کمکشون بکنید، به جای اینکه یه سد راه بشه یه کمکشون کنید، دستشون رو بگیرید، راهو به اصطلاح بهشون یاد بدید که راهو یاد بدن برن جلو. جوانای عزیز، مرسی از همراهیتون. ویدیوهای اصلی که حالا فکر نکنم موجود باشه، ولی کانال اینستاگرام و کانال یوتیوب علی سلطان عزیز رو براتون میذارم، میتونید داخل دیسکریپشن کلیک کنید برید اونجا، انرژی بفرستید برای علی جان، برای خانومش تبریک بگین، دقیقا خیلی اتفاق خوبیه و از خوشحالی علی جان خوشحال بشید. امیدوارم روزی برسه شما هم همچین مجالسی داشته باشین، از ته دل خوشحال باشین و بقیه ببیننتون خوشحال شن، انرژی بگیرن. مرسی، این ویدیو رو میتونید لایک کنید، کانال رو سابسکرایب داشته باشید. هر روز ویدیو داریم راجع به مسائل مختلف با هم دیگه جفا گفتگوی داریم، سعی میکنیم حالمون خوب بشه. تا یک برنامه دیگه شاد و پر انرژی باشید، فعلا خدافظ. در پناه خدا باشید.